دکتر عبدالواحد افضلی استاد دانشگاه تورین از ایتالیا همراه ماست. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر افضلی، با توجه به تصویب قطعنامه جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل در حمایت از حقوق اساسی مردم افغانستان به ویژه شیعیان و هزاره ها، به نظر شما آیا طالبان به این خواسته ها و اصلاحات پاسخ مثبت خواهد داد و چه اقداماتی برای بهبود وضعیت حقوق بشر میتوان انتظار داشت؟ با سلام خدمت شما و بینندگان گرامی. در این مورد به نظر من این مصوبات شورای حقوق بشر کافی نیست برای اینکه بتونه طالبان رو به مسیر درست برگردونه. به دلیل اینکه اولا چنین مصوبه برخلاف رفتارهای سایر سازمان‌های بین‌المللی و حتی کشورهای عضو جامعه بین‌الملل هست. با وجود اینکه نقض حقوق بشر فاحش توی افغانستان اتفاق می‌افته، بسیاری از کشورها روابط دیپلماتیک با این گروه داره و حتی سفرهای اون رو پذیرفتن و سفارتخانه‌ها رو به نام این گروه باز کردن. و همینطور سازمان‌های بین‌المللی و از جمله سازمان ملل متحد به صورت متداوم در حال همکاری و به نوعی تایید حاکمیت این گروه به عنوان دولت مشروع در افغانستان هست که با اون رفتار میکنه. بنابراین چنین مصوباتی با چنین رفتارهایی که عضو جامعه بین‌الملل نشون میدن در تعارض هستن. و دوم اینکه چنین مصوبه کافی نیست، به این دلیل که شورای حقوق بشر بعد از 3 سال نقض گسترده و فاحش حقوق بشر و این که نقض حقوق بشر توسط طالبان نه تنها کاهش نیافته، در حال افزایش هست، نباید با این گروه مماشات بکنه و با تصویب و چنین مصوباتی فکر میکنه که پاسخ یا حمایت کافی رو از حقوق اساسی شهروندان انجام داده، بلکه باید پرونده یا قضیه افغانستان رو به شورای امنیت ارجاع بدن و همچنین به دادگاه محکمه بین المللی عدلی که زیر مجموعه سازمان ملل متحد هست تا در مورد آنها یک حکم قضایی صادر بشه و صرف چنین مصوباتی بیشتر یه فعالیت سیاسی هست تا واقعا یک فعالیت حقوقی. به دلیل اینکه تجربه کافی از عملکرد طالبان وجود داره و مماشات در برابر طالبان اونا رو جسورتر کرده در نقض حقوق بشر، آخرین مورد همین قانون امر به معروف هست که در برابر مماشات جامعه بین الملل آنها به صورت رسمی و سیستماتیک از طریق ایجاد قوانین به نقض حقوق اساسی شهروندان و خصوصا اقلیت‌های قومی و مذهبی می‌پردازند. بله، ممنونم از شما دکتر عبدالواحد افضلی استاد دانشگاه تورین از ایتالیا.